بارندگی های شدید، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در ایران چند روزی است که 14 استان را درگیر کرده و امداد رسانی ها جوابگوی افراد سیل زده نیست. سیلی که تاکنون جان دست کم 9 تن را گرفته و 10 مصدوم هم بر جای گذاشته. در همین رابطه مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از استودیو همراه ماست تا از جزئیات این سیل ویرانگر و نحوه امداد رسانی بیشتر ما رو آگاه کنه. ممنونم آریان. بله، بر اساس گزارش ها همچنان ده ها شهر و روستا در محاصره سیلند، صد ها واحد مسکونی تخریب شده و هزاران شهروند آواره شدند و وسایل زندگیشان در آب فرو رفته. افرادی که پیش از وقوع سیل هم وضعیت مالی چندان مناسبی نداشتند و حالا همان اندک سرمایهشان هم زیر آب است. در این میان وضعیت استان سیستان و بلوچستان همچنان بحرانی است و انسداد راه های ارتباطی مشکلات را دوچندان کرده. در این استان وضعیت شهرستان‌های چابهار، کنارک، سرباز، نیکشهر، دشتیاری، قصرقند و دلگان وخیم ارزیابی می‌شود. به گفته فرماندار کنارک، تنها در این شهر دست کم 2000 واحد مسکونی تخریب شده. واحدهای مسکونی که بازسازی آنها نیازمند کمک‌های دولتی است و معلوم نیست این کمک‌ها در چه بازه زمانی و در چه ابعادی به دست آسیب دیدگان برسد. از سوی دیگر سیل اخیر در ایران به کشاورزان هم خسارت قابل توجهی وارد کرده. تنها در شهرستان دلگان برآوردهای اولیه حاکی از خسارت 60 میلیارد تومانی به زمین‌های زراعی است و در استان هرمزگان سیل به 4700 هکتار از زمین‌های کشاورزی آسیب زده. کشاورزانی که با وجود ده‌ها مشکل ریز و درشت از کم آبی‌های سال‌های گذشته گرفته تا کمبود امکانات دولتی، همچنان همه تلاش خود را پای بوته ها و نخل هایی گذاشتن تا ثمرهش را ببینند، اما حالا همه را سیل برده. دامدارانی هم هستند که دامهایشان در جریان این سیل تلف شدند و سرمایهشان به باد رفته و جبران همه اینها نیازمند عزم جدی دولت مردان و کمک های دولتی است. استان فارس هم وضعیت مشابهی دارد و به گفته معاون عمرانی استاندار فارس، برآوردهای اولیه حاکی از خسارت 1000 میلیارد تومانی سیل در این استان است. به جز استانهای فارس و سیستان و بلوچستان، استانهای اصفهان، بوشهر، یزد، قزوین، کرمان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان هم درگیر سیلند و خسارت دیدند. تردیدی نیست که سیل پدیده‌ای طبیعی است و تغییرات اقلیمی اخیر هم بر وقوع آن بی تأثیر نبوده، اما در ایران سالها بی توجهی مسئولین به مسائل زیست محیطی از جمله فرسایش خاک، کاهش پوشش گیاهی و نیز سوء مدیریت در زمینه سدسازی هم از جمله عواملی است که وقوع سیل در ایران را پرتکرار کرده و در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی از استاندار و فرماندار گرفته تا رئیس جمهوری ایران وعده می‌دهند که خسارات وارده را جبران خواهند کرد. اما تجربه سالیان گذشته در حوادث مشابه از جمله وقوع سیل و زلزله نشان داده که بسیاری از این وعده‌ها عملی نمی‌شوند.